کابل به خاطر حضور کفار و حکومت دست نشاندن نجیس است. باید این شهر ویران و 10 متر خاک کل شهر برداشته شود تا پاک شود. پس با ما باشید. سیاف گفته بود کابل به خاطر حضور کفار و حکومت دست نشاندن نجیس است، باید این شهر ویران و 10 متر خاک کل شهر برداشته شود تا پاک شود. بر اساس همین اصل نجیس انگاری شهر بود که مجاهدین صلح و گفتگو را نپذیرفتند و کابل و دیگر شهرها را خراب و با خاک یکسان کردند. طنز تلخ تاریخ این است که او به جای آن که به عنوان مجرم جنگی و تیورسن نجیس انگاری پایتخت محاکمه گردد، رهبر جرگه صلح انتصاب می شود. البته ناخود آگاه او همچنان جنگ طلب و چپاولگر است و سخنرانیش را با آیاتی درباره غنایم و چپاول شروع کرد. واقعیت این که مافیای سیاسی کمک های بین المللی را به هر بهانه ای از جنگ و جهاد گرفته تا صلح و دموکراسی و انتخابات غارت میکنند. ساده لوحانه خواهد بود که اگر کسی تصور کند این نمایش های عروسکی به خاطر صلح است نه غارت کمک های بین المللی. پس خط سرخی که توسط لوی جرگه تعیین خواهد شد همانا اسلامیت، حجاب، احترام به مجاهدین و جهاد، احترام به فرهنگ افغانی و سنت لنگی و ریش خواهد بود. دموکراسی و مدنیت در مذاکرات صلح جای نخواهد داشت که آغازش از مذاکرات مسکو شروع و اکنون لوی جرگه است. لوی جرگه که منتقدانش را با زور از تالار خارج و به زندان می اندازد. پس شما چی فکر میکنید؟ لطفا در بخش کامنت با ما شریک